سلام به برنامه پانوراما با من آناهیتا خلطبری خیلی خیلی خوش آمدید پانوراما نگاهی داره گسترده به کلیه مطبوعات جهان به ویژه خبرهای داغ و جنجالی Elections 2024 با ما باشید در برنامه امروز پانوراما الکشنز 2024 داره همچنان داختر میشه و خبرهای انتخابات رو برای شما در برنامه امروز خواهیم داشت میریم و نگاه میکنیم به سرخط که از CNN نیوز که میگه آقای ترامپ چه کرده؟ گفته McDonald's didn't give ترامپ permission to serve فرایز؟ It didn't need to. گفته که بله خود مکدونالدز اجازه نداد آقای ترامپ بیاد و فرایز و دیگه سیب زمین و اینا رو سرو بکنه به مشتریا ولی اجازه لازم نبوده. در این خبر آمده که مکدونالدز خودش بدون اینکه بخواد یه طورایی وارد انتخابات 2024 شده و داره همه توجه ها رو به سمت خودش معطوف میکنه چرا که ویکند گذشته فورمر پرزیدنت آقای دونالد ترامپ آمده در پنسیلوانیا لوکیشن مک مکدانوز و اونجا فرنچ فرایز به همه سرو میکرده که مطمئنا خیلی از شما این رو دیدید این کلیپ ها رو میگن که ولی خود مکدانالز در از کاری با این قضیه نداشته و اصلا خودش شخصا دعوتی نکرده بوده که آقای ترامپ بیاد چنین کاری انجام بده میدونید که میگن کمپانی مکدانالز در از یک فرانچایز مدل هستش که در اصل بیشتر لوکیشن های خودش هر کدوم مستقل هستند و به قول میگه که دی ایندیپندنتلی و همچنین مستقل آپریت میشن با اینکه فرانچایز اونر ها باید قوانین مکدونالدز رو و گایدلاین هایش رو بهش اطاعت بکنن ولی با این هر کدوم قراردادهای جدای خودشونو دارن با پرنت کمپانی این چین زنجیره ای و میتونن هر کسی که دلشون میخواد و دعوت بکنن یعنی اون برنچ به خصوص میتونه این کارو بکنه و آزادی رو دارن که در پولیتیکل کندیدیت ها و کمپین ها هم یک تورایی اجازه بدن که بیانو شرکت بکنن بله این کمپانی مکدانوز روز یک شنبه اومده در یک اینترنال ممو به همه ایمپلوی های خودش گفته که و اینم بازم باید بگم که سورسش سی هست گفته که It did not invite Trump or the attention the election has brought it. But the company spun the spotlight as proof that McDonald's remains a key part of everyday American life for millions of people. این توجه خیلی زیادی که به سمتش معطوف شده بوده همه به خاطر اینه که مکدانوز در اصل جزو هر روز آمریکایی ها هستش و روتینی هستش که ها هر روزه ازش استفاده میکنن برحال این هم خبر داغ و جنجالی از آقای ترامپ و مکدانوز پنراما رو پی میگیریم و نگاه میکنیم به یکی دیگه از خبرهای داغ در رابطه با انتخابات 2024 که خیلی خیلی بهش داریم نزدیک میشیم ایلان ماسک اومده و حرفایی زده و دعوتهایی کرده که کلی جنجال آفرین شده آقای ایلان ماسک میگه 1 میلیون دلار Election Giveaway تست limits of election law. آقای ایلان ماسک اومده گفته که من یک میلیون دلار رو هر روز میام میپردازم به صورت رندوم به اشخاصی که بیان و رجیستر بکنن ثبت نام بکنن که رای بدن و همچنین چند تا از این قانون ها رو فرست و سکند امندمنت ها رو در یو اس کانستیتوشن بیان بهشون در اصل رای بدن پتیشن هایی که آنلاین هستش فرست و سکند امندمنت در رابطه با یو اس کانستیتوشن که در رابطه با آزادی بیان هست و همچنین اسلحه و این آقا اومده گفته که من یک میلیون دلار رو رندوملی یعنی به صورت نه اینکه به همه بدم به اشخاص متفاوتی به صورت غیر یک نواخت این پول رو میدم برای کسایی که بیان و به این پروپوزیشن ها رای بدن حالا خیلی اومدن گفتن که خب کاری که ایشون داره میکنه اصلا قانونی هست یا نه چهار تا از این اشخاصی که در اصل در سیاست خیلی خیلی تخصص دارن اومدن گفتن که این ای که ایشون داره میکنه مثل رشوه میمونه و داره در اصل غیر قانونی رفتار میکنه و شما نمیتونید بیاید بگید که من بهتون پول میدم که بیاین ثبت نام بکنین که رای بدین و خصوصا هم نمیتونم بهتون پول بدم که شما بیاین و به بعضی از این شنها ها رای بدید خلاصه آقای ایلان ماسک هم جنجالی شده و ببینیم که این به کجا خواهد رسید این یه میلیون دلار ها به کی میرسه و تا کی اجازه داره که همچنان همچین کاری بکنه و همچین وعده هایی بده خیلی ها میدونید که همچنین اومدن گفتن که این پلتفرم آقای ایلان ماسک پلتفرم اکس که توییتر سابق بود و که خریده داره برای پلتفرم سیاسی خودش استفاده میکنه و این هم ازش راضی نیستن و میگن که کار درستی نمیکنه جنجال آفرین هستند با الکشنز 2024 خب خبرها رو همچنان ادامه میدیم باز هم نگاه میکنیم این بار با خانم کامالا هریس که ایشون با خانم لیز چینی یک طورایی با همدیگه همردیف هم, دیگه هم ردیف شدن و دارن میرن به جنگ کسایی که ضد سخت جنین هستن خانم لیز چینی که قبلا هم ریپابلیکن بوده و کانگرس وومن بوده و خیلی وقت زیادی هم از البته ایشون ضد سخت جنین بوده حالا یهویی یه اومده و همتراز داره میشه عقایدش با خانم کمال هریس در انتخابات و با همدیگه دارن میرن به اون ایالت های خیلی کلیدی برای انتخابات و ایشون هم داره میگه که هر کسی باید بتونه حق ابورشن داشته باشه لیز چینی که قبلا هم که براتون گفتم لانگ تایم اپوننت of ابورشن rights بوده و دختر آقای چینی هم هستش در سه تا ایونت های مخصوص انتخاباتی در کنار خانم کمال هریس بوده به این قسمت های حومه این ایالت های کلیدی رفتند و دارن سعی میکنن که رای دهندگان رو به سمت خانم کمالا هریس بیارن خصوصا گفتن که این آقای ترامپ داره باعث میشه که زنها اون در از کری که احتیاج دارن برای فرض کنید ابورشن و دیگه مدیکل و اینا رو از دست میدن بنابراین شما باید با خانم کمالا همتراز باشید در یکی از ایونت هایی که در فیلادلفیا داشتند خانم چینی اومده گفته که A new way forward and red one that said country over party بله حرف های خیلی زیادی در این رابطه زده و ببینیم که این دو با همدیگه به کجا خواهند رسید از اونجایی که خیلی خیلی داریم نزدیک میشیم به انتخابات میریم و نگاه میکنیم به یک خبر جنجالی هنری باز هم همونطور که مثل هفته های گذشته براتون گفتم کمی از نوع جنایی آماده هستید؟ خب ای آنلاین ای انترتینمنت اومده گفته که آقای شان دیدی کومز که یک رپر خیلی معروف هستش و الان در زندان به سر میبره و کلی الیگیشن و اتهامات زیادی برای ایشون هستش الان یک خانومی آمده گفته که ایشون رو وقتی که 13 سالش بوده این آقای دیدی همراه با یک سلبریتی که اسمشو فعلا نمیارن مورد تجاوز قرار داده بله شاندیری کومز یک ست جدید لاسود داره به سمتش میاد میدونید که در حال حاضر در زندان برای جرمهای مختلفی مثل رکتیرینگ، قاچاق کردن، سیکس ترافیکینگ و همچنین پراستیتیوشن و خودش البته به همه اینها گفته که من نات گیلتی هستم گفته که مقصر نیستم ولی دادگاه ایشون قراره که می برگزار بشه و تا اون روز هم همچنان دارن الیگیشن ها این یکی خیلی خیلی واقعا خطرناکی که براش اومده یک خانومی اومده گفته که یه شب داشته میرفته یه کنسرتی و به صلاح تیکت نداشته که بره کنسرت ایشون میگه که میره به سمت تمام این لیموزین درایور هایی که بیرون اون کنسرت بودن و میگه که من بلیت ندارم میتونید به من کمک کنید یکی از این لیموزین درایور ها راننده های لیموزین به میگه که بله من اصلا یکی از راننده های آقای دیدی هستم و شما میتونید با من بیایید و من میبرم داخل اونجا و گفته که اتفاقا آقای دیدی دخترای جوون و بچه سال خیلی دوست داره این خانم گفته که 13 سالگی به داشته باشین گفته مورد تجاوز قرار گرفته خلاصه ایشون میگه که این راننده ایشون رو میبره با دوستش به محل کنسرت و بعد از کنسرت هم میبرنشون یک محل دیگه ای و با یک سلبریتی دیگه ای که اسمش رو الان نگفته متاسفانه میگه که بهش یک درینکی میدن یک نوشیدنی میدن که دارش. آم یک سری داروها و دیگه مواد مخدری بوده که باعث میشه که ایشون احساس بکنه که خیلی خیلی گیج شده و از ایشون سو استفاده میکنن و مورد تجاوز قرار میگیره این هم یکی دیگه از جنجالهای آقای دیدی هست که ببینیم با این چگونه برخورد خواهد کرد از خبرهای هنری برای شما در پانوراما باز هم زیاد داریم از نوع جنایی دختر آقای کلنت ایس وود فرانچسکا هم باید براتون بگم که در از دستگیر شده بود و این هم خیلی خبر جنجالی بود و برای فلانی دومستک وایلنس شنبه گذشته ایشون رو بازداشت کرده بودن که البته براش بیل گذاشتن و با پنجا هزار دلار خانم تونست که بیرون بیاد حالا داستان از این قراره که ایشون با دوست پسرش بوده و این دوتا با هم دیگه داشتن رانندگی میکردن در ناحیه بیولی هیلز دوست پسرش اینطور که زنگ میزنه به پلیس و اطلاع میده که ایشون داره مورد اذیت و آزار قرار می... یعنی این آقا داره مورد اذیت و آزار خانم فرانچسکا دختر آقای کلینت بود قرار میگیره در یک استیتمنتی این آقای لوتنت اندرو بیرز مایرز ببخشید گفته که دیتیل این اینسیدنت از این قراره گفته که این برمیگرده به 12 اکتبر روز شنبه 2024 در ناحیه بیولی هیلز و در ساعت 10 و 42 دقیقه شب این هم به گفته بیولی هیلز پلیس دپارتمنت هستش میگه یک تلفن کالی میگیرن برای سیفتی زون در ناحیه 464 نورت رکسورد درایو در بیولی هیلز و گفتن که این شخص گفته که بله بیایید و ببینید که این خانم داره چه کار میکنه گویا به زد و خورد منجر میشه بین دختر کلینت ایسوود و دوست پسرش TMZ این خبر رو داره گزارش میده و میگه که ایشون یک بچه داره خانم فرانچسکا و قبلا هم در سال 2015 به خاطر آی در حال مستی رانندگی کردن بازداشت شده بوده ولی کیس دیسمیس میشه و به جایی نمیرسه به حال خانم فرانچسکا الان چند روزیه که همه جا دیده شده که در فیلم جدید خودش که بازی بکنه رفته به افتتاحیه و خیلی هم خوشحال و عکسای جدیدی هم روی اینستاگرامش گذاشته و هیچ چیزی در این رابطه نگفته فقط گفته که من بچه‌ای که دارم بچه کوچیکی که داره که شش ساله هستش به اسم تایتن خیلی عاشق فیلم های پدر من هست یعنی عاشق فیلم های پدر بزرگش هست این هم از اخبار جنجالی هنری با ما باشید در ادامه برنامه پانوراما پانوراما رو پی میگیریم امیدواریم که تا این لحظه مورد پسند و قبول شما قرار گرفته باشه خب آی اف اومده گفته که حزب الله 500 میلیون دلار رو داره زیر یک جایی در بیمارستان بیروت قایم میکنه بله اسرائیل دیفنس فورسز ایدی اومده روز دوشنبه گفته که این خبرها به دستشون رسیده که یک بانکری هستش که یک جا قایم شده زیر یک بیمارستانی در جنوب بیروت و گفته میشه که صدها میلیون دلار در باید بگیم کش پول نقد و طلا اون زیر در از قایم شده اسرائیل هم گفتن که این کمپین خودش رو ضد حزب الله داره همچنان گسترده تر میکنه و اسرائیل اسرائیلی ایر فورس همچنین اومده یک سری استرایک ها و کارهای آنچنانی هم کرده اگینست ضد حزب الله فاینانشل هولز که بتونه کنترل بکنه این در از حملات رو گفته که یکی از تارگت های ما دیشب زیر زمین بود با صدها میلیون دلار کش و گلد که این پول میگن که داره استفاده میشه برای فایننس کردن حملات حزب الله ضد اسرائیل خبرها رو همچنان پی میگیریم و نگاهی میکنیم به جشنواره فیلم. شست و هشتمین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین جشنواره‌های های اروپا هستش یک شب گذشته 29 مهر به کار خودش پایان داد و یک جشنواره که کماکان به رقم داشتن بخش مسابقه یک نوع جشنواره جشنواره ها در از پیش دارن که گزیده ای از فیلم های مختلف جشنواره جهان به ویژه کن و ونیس و برلین رو در کنار برخی عنوان های تازه در بخش گلا به نمایش میگذاره جشنواره امسال همونطور که گفته میشه برخلاف تغییر مدیریت کماکان مثل سالهای گذشته برگزار شد و سرانجام در بخش مسابقش، شون فیلم انیمیشن خاطرات یک هلزون در از جایزه بهترین فیلم رو به دست آورد خب از انتخابات برای شما گفتم میریم و نگاه میکنیم دوباره به الکشنز 2024 که دوشنبه آخرین روزی بود که شما میتونید در کالیفرنیا آنلاین برید و رجیستر بکنید که رای بدید بله Monday, October uh, the 21st is the last day to register online to vote in California. که اگه کین که برنامه رو بعداً می‌بینی تاریخش حتما می‌دونید که گذشته. حدود وقت خیلی کمی مونده تا انتخابات و این ریس همچنان داره داختر میشه بین خانم کامالا هریس و آقای دونالد ترامپ که هر کدومشون دارن به کمپین های مختلف انتخاباتی خودشون میرن و حالا چه چیزهایی رو ما باید در رابطه با رجیستر کردن برای رای دادن بدونیم کالیفرنیایی ها اگر که تا دوشنبه نرفتن رجیستر بکنن که ثبت نام بکنن برای رای دادن هنوز میتونن از طریق میل یعنی پست و یا شخصی برن و رجیستر بکنن اگر که مطمئن نیستید که رجیستر کردید یا نه خیلی راحت میتونید رجیستریشن ستاتس خودتون رو چک بکنید و برید روی سایت کالیفرنیا سیکرتری ستیت ویب سایت. حالا اون چیزهایی که ما باید بدونیم چه اشخاصی در اصل واجد شرایط رای دادن هستن who is registered who is actually qualified to register to vote میگن که باید شما یو اس سیتیزن باشید اگر در کالیفرنیا هستید که خب رزیدنت کالیفرنیا باشید یا هر کجای دیگه آمریکا ولی سیتیزن باید باشید 18 سال یا بیشتر باشید روز روز الکشن که میخواین برین رای بدین و در حال حاضر در زندان نباشید State or Federal Prison برای هیچ گونه فلانی و Conviction و این حرفا و از لحاظ روانی هم شما رو به عنوان کامپیتنت ندونسته باشن در قسمت های فرض کنید مدیکا حالا دیگه اگر که سوال های دیگه ای دارید در رابطه با اینکه کجا میتونید رای بدید و از این حرف ها میتونید حتما برید به کتابخونه ها میتونید برید دی ام وی آفیس یو اس آفیس و غیره اگر سوال های بیشتری هم دارید حتما به سایت فاکس الی میتونید برید که این رو به صورت خیلی جامعی براتون توضیح داده. خب پانوراما رو دنبال میکنیم و از بالتیمور برای شما خبر داریم حدود بیش از چهل نفر رو به بیمارستان بردن روز دوشنبه به خاطر فود پویزنینگ و دیگه مسمومیت غذایی بعد از اینکه میگن همشون یک غذاهایی رو خوردن این از بالتیمور میاد البته باید برای شما بگم خبری هست از سی بی اس و گفتن که همشون همون غذا رو میل کردن روز دوشنبه بعد از ظهر و همه کروز اومدن گفتن که ساعت 3:45 دقیقه بعد از در ناحیه 7700 بلاک چسپیک بی کورت این اتفاق افتاده بوده و تمام مقامات اونجا بودن و گفتن که این مسمومیت اینقدر دامنگیر شده بوده هاورد کانتی فایر و همچنین ای گفتن که 46 نفر در حال حاضر دارن همچنان ایوالیویت میشن و ببینیم که چی بوده داستانش و این مسمومیت از کجا سرچشمه میگیره و همچنین از اون ناحیه که برای شما بگم از شرق آمریکا یک خیابان در از کلپس میکنه و میریزه و باعث میشه که یک در از مین گاس مین بریک بکنه و تمام کانترکتر ها اونجا بودن روز دوشنبه گذشته روز دوشنبه و همچنان داشتن با فایر دپارتمنت همکاری میکردن کروز گفتن که تمام اون رو بسته بودند در ناحیه وست لگزینگتن و پرل ستریت که تمام قسمت گس اونجا در از دچار خیلی مشکلات بزرگی شده بوده و میگن که ممکنه که بوی بد آنچنانی گاز و غیره در اون ناحیه انقدر زیاد شده بوده که مردم مثلا به صورت ناگواری حالشون بدتر و وخیمتر شده بوده حتما در این رابطه برای شما خبرهای بیشتر خواهیم داشت و ببینیم که این چه باعثش شده بود خب به یک خبر ورزشی میرسیم و به آخرین خبر پانوراما از لس آنجلس برای شما بگم که ورلد سیریز 2024 ریلیز شد بله میدونید که لس آنجلس داجرز آمدن و رسیدن به ورلد سیریز که یک خبر خیلی خیلی خوشایندی بود برای همه ورزش دوستان در سمت لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا و این در از 22 دومین ورلد سریز اپیرنس اونا هستش در تاریخ و داجرز در اصل با یانکیز به مساف هم دیگه میرن و اینها همه از روز جمعه 25 اکتبر آغاز خواهد شد این ستار سادد ورلد سیریز که پر از ستاره های آنچنانی هستش بین لس آنجلس داجرز و نیویورک یانکیز همونطور که به شما گفتم روز جمعه آغاز میشه و با خودش بسیار خبرهای خاصی رو خواهد داشت تمام طرفداران لس آنجلس بعد از اینکه داجرز پیروز شد جشن گرفتند و همچنان منتظر هستند که ببینن 22 ومین ورلد سیریز Appearance Dodgers به چه صورت خواهد بود و از دوازده همین تایمی هستش که در MLB History این دوتا تیم به مساف همدیگه خواهند رفت در فال کلاسیک بله برای شما ورزش دوستان من فکر کنم که این بسیار جالب خواهد بود و این سکیجولش که مسابقات به چه صورت خواهد بود در آمده که میتونید برید روی وبسایت فاکس LA و نگاهی داشته باشید اولین مسابقه روز جمعه 25 اکتبر هستش در داجر استادیوم کالیفرنیا لس آنجلس باید بگم ساعت 58 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی لس آنجلس و از طریق فاکس میتونید ببینید گیم دوم دو که شنبه 26 اکتبر هستش باز هم در داجر استادیوم لس آنجلس همون ساعت و همچنان مسابقه ها ادامه خواهد داشت و برای شما فیلم هاش رو پخش خواهیم کرد به پایان این بخش خبری پانوراما رسیدیم آناهیتا خلطبری هستم امیدوارم که برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه و تا خبرهای بعدی همچنان برای شما آرزوی تندرستی دارم تشکر ویژه از مدیریت تلویزیون و همچنین از کارگردان فنی برنامه و ادیتور ما آقای سپهر خسروی عزیز و یکایی که شما عزیزان که با ما همراه بودید تا برنامه بعدی پانوراما خدا نگهدار.